نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون جهانی آریانا نیوز. با برنامه ورزش امروز لطفاً ما را همراهی کنید. اما همونطور که روز گذشته برای شما ایزان خبر را خواندیم، مبنی بر پیروزی ها و دستاورد های تیم ملی تکواندوی منتخب مهاجرین افغانستان مقیم اروپا، همکنون با آقای احمدشاه فیضی مربی این تیم مصاحبه زنده داریم. ایشان در آلمان حضور دارن. آقای فیضی سلام و درود خدمت شما. درباره مسابقات پارک اوپن بگین و فعالیت ها و دستاورد های اخیری که تیم منتخب مهاجرین افغانستان مقیم اروپا به دست آوردن. جهان سپاس آقای دانش گرامی. اولا سلام کار حضور شما و حضور تمام ملت قهرمان افغانستان تقدیم میکنم. مسابقات پارک اوپن که امسال 31 دورش بود در شهر شتیار آلمان برگزار شد که 103 تیم و 15 کشور به شمول افغانستان در شرکت کرده بودند و ما دانستیم که چهره های درخشانی که یک سال در کلاب های مختلف اینا را ثبت نام کردیم، خواستیم که تواناییشان را در این مسابقات ارزیابی کنیم که الحمدلله نتایج خوب گرفتیم که 4 مدال طلا داشتیم و 5 مدال برنز و 1 مدال نقره را به نام فدراسیون تکواندو کشور خود ثبت کردیم و همچنین در رنکینگ اروپایی 31 امتیاز به نام افغانستان ثبت شد. بسیار عالی. کشورهایی که در این مسابقات اشتراک کردن همه از اروپا بودن، یعنی از همه جهان بودن، و این کشورها غالبا با کدام تکواندوکارای خودشان به این مسابقات میان؟ یعنی تکواندوکارای درجه 1، درجه 2 و درجه 3 خودشان. این مسابقات تقریبا 15 کشور اروپایی بود که در این مسابقات شما حتما در تصویری که براتون روان کردیم قهرمان اروپا بود که تیم همچنان تیم نایجیریا در اونجا حضور داشت که ما در مقابل تیم نایجیریا همچنان این اکثرا کادرهای تیم ملی بودن که در اونجا شرکت کردن. بسیار خوب. چیکار میکنن حالا بر صورت این تکواندوکارا؟ سابق عضویت تیم ملی تکواندوی افغانستان هم داشتن، اما از افغانستان دور شدن و نمیتونن که مستقیما با ملی پوشانی که در افغانستان هستن در مسابقات بین المللی حضور پیدا کنن. آیا کدام راهی را با فدراسیون ملی تکواندو افغانستان باز کردین که چهره‌های برتری که همکنون در اروپا مدال کسب میکنن، افتخار میآفرین بر افغانستان، اینا در آینده بتونن در مسابقات قهرمانی آسیا، مسابقات ورودی المپیک، مسابقات جهانی در قالب تیم ملی تکواندو افغانستان حضور داشته باشن؟ سوال بسیار خوبه مطرح کردین. ما خودم نماینده تکواندو افغانستان در اروپا هستم. با ما رابطه مستقیم با کشور خود داریم، با رئیس فدراسیون، با مربی تیم ملی فدراسیون تکواندو کشور، و چرایی که ما یکی مسابقات سطح پارک اوپن است که آنچنان مسابقاتی نیست که به حساب رنکینگ جهان به شمار بره، ولی مسابقات رنکینگ جهان پارسال ما یک تعداد در اونجا ثبت نام کردیم و امسال هم کوشش میکنیم تعداد کمتر با کیفیت بهتر. و مشکلی که اساسی را که به وجود آورده، بچه های مهاجری که در اول آمده بودن اینا با آشنایی با کلاب های آلمان نداشتن و اینا وقتی که کلاب ها توانایی زینار میبینن مصارفشون رو باشن میتن، اینا دیگه زیاد برشون ارزش نداره که زیر بیرق افغانستان برن. و این مشکل است که اگر دولت افغانستان، سفارت، کنسولگری مورد هیچ کمک نکنه، ما به مرور زمان ممکن است که بهترین ورزشکار خارج از کشور بدیم. ولی فضل خداوند که اکثرشان هنوز با ما هستن و مسابقات جهانی اوپن پیش رو داریم که ان شاءالله 4 هفته کمپ تمرینی بسیار ضربتی رو خود پیش رو داشتیم تا بتونیم که در این مسابقات رنکینگی به نام افغانستان امتیاز کسب کنیم و بتونیم که در مسابقات توکیو هم راه پیدا کنیم. و بسیار WTF در هیچ یک امکانات بسیار خوبه برای مهاجرین به وجود آوردن. هر مهاجری که در هر کشور اروپایی زندگی میکنه میتونه که به نام WTF برن در مسابقات جهانی و المپیک شرکت کنن و مصارفشون WTF میدن. ولی ما سیم که بتونیم مستقیما به نام کشور خود در این مسابقات شرکت کنیم. بسیار تشکر آقای فیضی مربی تیم منتخب مهاجرین افغان مقیم اروپا. سپاس فراوان. آرزوی موفقیت میکنم براتون. سلامت باشین. تشکر که بر ما وقت گذاشتین. خدا حافظ. اما مکنون آقای عبدالرحمن حمید دبیر کل فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان رو با خودمان در برنامه داریم و در خصوص سفر اخیری که ملی پوشان پرورش اندام افغانستان
به رقابت‌های جهانی تایلند داشتن و متاسفانه از رسیدن به مقصد بازماندن. با ایشان بحث و گفتگو می‌کنم. آقای حمید سلام و درود خدمت شما. میشه که اجمالا از ما ابتدای سفر تا وقتی که برگشتین به افغانستان بر بینندگانمون وضاحت پرتین که چی شد که ما از رقابت‌های جهانی تایلند بازماندیم؟ نخست سلام تقدیم می‌کنم خدمت هموطنان عزیز ما که همین لحظه بیننده برنامه ورزشی از تلویزیون جهانی آریانا نیوز هستند. در خصوص ورزش مسابقاتی که ما پیشرو داشتیم، مسابقات جهانی پرورش اندام که به میزبانی کشور تایلند شهر پاتایا تقریبا حدود یک سال پیش ای تاریخ از این مسابقات اعلان شده بود، به این معنی که ورزشکارای ما از حدود تقریبا یک سال آمادگی داشتن و میخواستن که به این مسابقات برن و بر افغانستان دستاورد بیارن و افتخار کسب بکنن برای کشور. یک سوال اینجا برام به وجود آمده که این ورزشکارهایی که به این مسابقات میرفتن بر صورت آیا باید یک امتیاز مسابقات جهانی رو پیش از پیش در مسابقات آسیا کسب میکنن، یعنی آزاد بده که حضور ورزشکار؟ نه خیر، روال یا به اصطلاح میکانیزم به اصطلاح انتخاب ورزشکارا همین است که مسابقات جهانی چون سطحش بسیار بالا است، ما ورزشکارای چهره های را به مسابقات انتخاب میکنیم که اونا مدال ملی را داشته باشند و در پهلوی از او تانسته باشند از یکی از رقابت های خارج از افغانستان مدال کسب کرده باشند. و حرف شما که در مورد مسابقات آسیایی که ما دو ماه قبل از این مسابقات داشتیم و حدود دو نیم ماه یا نهایتش سه ماه قبل مسابقات انتخابی تیم ملی را داشتیم، این چهره های برتر بوده که حدودا یک سال اینا زحمت کشیده بودن و قرار بود برن به رقابت های جهانی و هشتمین دور رقابت های جهانی اشتراک بکنن. سال قبل هم ما رفتیم به کشور تایلند، در سال قبل که هفتمین دور مسابقات جهانی بود اونجا هم کشور میزبان تایلند بود و ما با بسیار سادگی در طی مدت دو ساعت ما تانستیم ویزا را بگیریم. اما تفاوتی که امسال متاسفانه یا تراژدی که امسال دست داد برای ورزشکارای ما این بوده که ما سال گذشته پاسپورت‌های خدمت به دست داشتیم، ولی متاسفانه امسال پاسپورت‌های ورزشکارای ما از تمام هیئت 9 نفری که بود پاسپورت های سیاحتی بود. و پاسپورت سیاحتی شما برای پاسپورت خدمت اقدام کرده بود؟ متاسفانه این تصمیم ارگان تصمیم گیرنده تربیت بدنی بود که در کل برای تمام ورزشکارا در این سال روان هیچ پاسپورت سیاحت خدمت صادر نشده. برای تمام ورزشکارا در تمام رویدادهای ورزشی از پاسپورت خدمت اینا استفاده کردن و متاسفانه که قربانی این تصمیم ورزشکار پرورش اندام شد که هر کدام از اینا حد اوسط اگر ما در نظر بگیریم در طی این مدت آمادگیشان حدود معادل 20,000 دلار شاید بیشتر مصرف کرده باشند. اما متاسفانه ما با روز که از کابل سفر میکردیم، با وجود که تمام امکاناتی را که باید کشور میزبان بر ما فراهم میکرد در قسمت صدور دعوتنامه رسمی، در قسمت صدور بعض اسنادهای بسیار معتبره که اونا اداره ورزششان و حتی وزارت خارجهشان به خاطر تمام کشور او را صادر کرده بودند، این را بر افغانستان هم صادر کردند، این فرستادن از طریق ایمیل. اما متاسفانه زمانی که ما با کشور هندوستان به شهر دیلی رفتیم و یکی از مشکلات دیگه که برای ورزشکارا متاسفانه هست در افغانستان، ما سفارت تایلند در افغانستان نداریم و ما ناگزیر بودیم بریم همون قسمی که قبلا سال گذشته هم رفتیم و خدمت شما عرض کردم که ما در طی دو ساعت تانستیم که ویزا بگیریم سال گذشته. بله، از دیلی، از سفارت کشور تایلند در دیلی که مقیم دیلی است ما تانستیم با بسیار سادگی در ظرف دو ساعت سال گذشته پاسپورت بگیریم. یکی از دلایل اصلی و اساسی همین بود که پاسپورت ما پاسپورت سرویس یا پاسپورت خدمت بود. اما متاسفانه این بار ما روز شنبه تاریخ 27 ماه اکتبر ماه دسامبر به شهر دیلی رسیدیم. بعد از تلاش بسیار زیاد مراجعه کردیم. نوامبر نه بله 27 نوامبر با معذرت 27 نوامبر هفته گذشته ما به شهر دیلی رسیدیم. با تلاش های بسیار متکرر و پی هم چندین بار مراجعه کردیم، بس خود سفارت تایلند، باز یک شرکت دیگه را ما را آدرس دادن،
عین شرکتی که در اینجا برای شهر کابل برای گرفتن ویزای سیاحت هندوستان است، اونجا هم همونطور یک شرکتی بود که برای کسایی که ویزای سیاحت داشتن باید از اونجا به اصطلاح درخواست میشد یا اپلای میشد. اونجا هم رفتیم فرم ها رو هم خانه پوری کردیم، اما با وجود تماس های متکرر با سفارت افغانستان مقیم هندوستان که ما وقتی که زمانی که با مشکل مواجه شدیم با خود کشور میزبان تماس گرفتیم، اونا حتی با وزارت خارجه خود تماس گرفتن. در هر حالتش یگانه دلیلی که ما نتونستیم متاسفانه بر ورزشکار خود ویزا بگیریم همین بود که برای کشور افغانستان که پاسپورت سیاحت به دست داشته باشه مرجع صدور ویزا او سفارت تایلند در هندوستان نبود متاسفانه بر ما جواب دادن. پس به این خاطر ما باز موندیم. بله. با وجودی که بارها مراجعه هم کردیم در طول 5 روز ما یک تراژدی بسیار جالب بود برای ورزشکارای ما. ورزشکارای ما از یک طرف رژیم غذایی شما ورزشکارایی که پرورش اندام کار کردن بهتر درک میکنن که مشکلات ورزشکارا به چی حد بوده. در 5 روز مسافرت با مشکلات زیاد ما دست و پنجه نرم میکردیم، از یک طرف ناامیدی برای رفتن، از یک طرف دیگه عدم همکاری نهادهای مسئول. با کابل تماس گرفتیم با همکارایی که با وزارت خارجه اینجا ارتباط دارن، از اینجا یک مکتوب به عنوان یک ورق برای ما صادر کردن که ما رو گویا ببریم برای سفارت افغانستان مقیم هندوستان. اونجا متاسفانه با چندین بار مراجعه اصلا نتونستیم که یک کسی که به عنوان مسئول برای ما پاسخگو باشه اصلا برای ما خود نشان ندادن. فقط یک دوست بزرگواری بود که با تلفن همراه ما از پشت تلفن صحبت میکرد و در روزهای آخر که ما چون نمیخواستن. آیا شما یکی از هموطن اونا نبودین؟ آیا شما بازم متاسفانه یکی از دلایل اونا ای بود که میگفت شما پاسپورت سیاحت به دست دارین. ما زمانی که شما پاسپورت خدمت نداشته باشین، ما اصول دیپلماتیک همیست که ما برای کسایی که پاسپورت سرویس یا خدمت داره ما همکاری بکنیم. یکی از دلایلشان همی بود و بود یگانه دلیلی که برای ما هر زمانه میگفتن همی بود. و از تایلند کدام نامه مکتوب رسمی نداشتین که بخواید این پیش کنین که ما همچین نامه هم داریم؟ همه اسناد در دست داشتیم، تمام اسناد، حتی در دعوتنامه بسیار به شکل واضح عنوان دعوتنامه به عنوان سفارت تایلند که مقیم هندوستان بود نوشته شده بود و حتی در او تذکر داده بود که تاریخ مسابقات، آغاز مسابقات چی زمان است و اینا با چی زمان ویزه را بگیرن. حتی ما مجبور شدیم تکتی را که برای کشور تایلند به اصطلاح بوک کرده بودیم او تکت را عوض بکنیم به خاطر که تاخیر شد، ناگزیر شدیم. حتی بعد از اینکه چیز بسیار دردناکی بود که ورزشکارای ما و مشکل دیگه که پاسپورت های سیاحت برای ما ایجاد کرده بود، ما 5 روز حق داشتیم در دهلی بمانیم. این زمانی که ویزه هند هم برای ما سازده شده بود به دلیل همین پاسپورت های سیاحت ما ناگزیر شدیم که وقتی زمان رفتیم به سفارت هندوستان در کابل اینا ما را باز راجع کردن به اون شرکت که زمین اساس برای ویزه هاست، شرکت شهیر. اونجا وقتی که ما مراجعه کردیم برای ما ویزه داده بوده که اصلا به درد ما نمیخورد، مثلا ویزه‌ای که 5 روز ما زیاد نمیتونستیم حق نداشتیم در هند بانیم. ما در روز آخر که 5 روز بود بالاخره باز زنگ زدیم برای سفارت که برای ما یک مشکل دیگه ایجاد شده که ویزه ما امروز ختم میشه. اونا گفتن هر چی عاجل شما امروز خاک دهلی رو باید ترک کنید و ما با یک تراژدی از دهلی باید بس. خب شما به کابل برگشتین، آیا با مسئولین صحبت کردین، مشکلات رو مطرح کردین، اونا چی پاسخ به شما دادن به خاطر این مشکلات؟ در قسمت پاسخگویی با ریاست محترم تربیت بدنی تماس گرفتیم. مسئولین ریاست محترم تربیت بدنی به گمان اغلب که در یک سفر تشریف دارن، شاید دقیقه نزدیک به 3 ماه است، ما هم دسترسی نداریم. اما سایر کارمندای نهاد تربیت بدنی با ما فقط به می اندازه با اونا جریان وقت صحبت کردیم، گفتن تا زمانی که مسئولین بلندپایه ریاست تربیت بدنی تشریف نیاورده باشن ما نمیتونیم در قسمت این موضوع شما یا این مشکلی که بر ورزشکار شما دست داده کدام مثلا دلیل یا بالاخره برای شما در مورد یک صحبتی بکنیم. بسیار خوب. بله. برنامه تان چی سناله بعد از اینکه از مسابقات جهانی باز ماندین؟ بله. آره فهمیدین که دیگه از پاسپورت خدمتون برای ورزشکارا خبر نخواهد بود و در مسابقات جهانی باید با پاسپورت سیاحت برین دیگه از این پس. این حال برنامه‌تون چیست برای تیم ملی پرورش اندام که دیگه دوچار این مشکلات مونده؟ بله، همین مشکلی را که ما برخوردیم در کشور هندوستان در شهر دیلی زمانی که ما مایوس شدیم و بالاخره جواب منفی گرفتیم از سفارت تایلند، تماس گرفتیم با مسئولین برگزار کننده همین مسابقات.
اونا در این قسمت فقط اونا و اصولا هم همی بوده، مسئولیت از اونا فقط صدور دعوتنامه بوده، این صدور ویزا اصلا صلاحیت از اونا نیست. اونا برای ما امیره با معذرت خواهی هم امیره گفتن که زمانی که ما برای یک کشور به اصطلاح دعوتنامه صادر میکنیم یا میزبانی یک مسابقه یک رویداد ورزشی را به عهده میگیریم، فقط یگانه مسئولیت ما همیست که ما برای کشورهایی که آمادگی دارن میان فقط دعوتنامه میفرستیم و سایر طی مراحل کردن پروسه به اصطلاح اخذ ویزا برمیگرده به سفارت همون کشور و بالاخره به روابط دیپلماتیک کشورها. و در این حادثه متاسفانه که افغانستان قربانی از این حادثه شد و مشکل دیگه که در همین سفر ما بر ما دست داده بود، ما زمانی که با همین ارگان برگزار کننده مسابقات تماس گرفته بودیم، اونا در همون کنگرس یا کنگره جهانی که هشتمین کنگره بود از این وضعیت و از این رویداد تأثیر خود ابراز کرده بودند و همدردی خود با افغانستان و با ورزشکارا اعلان کرده بودند و برای ما از طریق ایمیل رسمی امی همدردی خود اعلان کردند و معذرت خواهی کرده بودند که تقصیر اونا در این عرصه نبوده و باید هم بپذیریم که اونا به عنوان برگزار کننده صلاحیت صدور ویزا را ندارند. بسیار تشکر آقای حمید از حضورتون در برنامه دبیر کل فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان که تا لحظه با ما حضور داشتیم و در خصوص مشکلات اخیر سفر به رقابت‌های جهانی با ما بحث و گفتگو کردیم. تشکر از شما، هم زنده باشید. این بود برنامه ورزش امروز ما. تا دیدار دوباره شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.